پرژن BMS تقدیم می کند. صد پرسش، صد پاسخ. پرسش 36. با اینکه بسیار تاکید بر این دارید که حقوق زنان و مردان در دیانت بهائی مساوی است، پس چرا اجازه وارد شدن زنان به بیت العدل را نمی دهید؟ با سلام خدمت شنوندگان بسیار عزیز، من احسان رحیمی هستم. در مورد اینکه چرا در بیت العدل اعظم خانم ها نمیتونن عضو باشن، توضیحی که باید عرض بکنم این هست که اول بدونیم که بیت العدل اعظم چیست. دیانت بهائی تنها دینی است که وضعیت اداره جامعه رو پس از صعود یا وفات پیامبر و مظهر ظهور تشریع کرده، مشخص کرده و اون رو در حقیقت به دست علما نسپرده که بعداً این اختلاف نظر علما باعث تفرقه در دین الهی بشه. برای همین حضرت بهاءالله سیستمی رو با عنوان نظم بدیع تشریع و تأسیس کردند که بعد حضرت عبدالبها و حضرت ولی امرالله شوقی ربانی، دو توضیح دهنده آثار ایشون، اون رو توضیح دادن و اجزایش رو تشریح کردن. این نظم بدی شامل مؤسساتی است که بعضن انتخابی و بعضن انتصابی است. منتها در رأس این در حقیقت نظم بدی در ادامه راهی که دیانت بهائی طی می‌کنه وجود بیت العدل اعظم هست که تشریع خود حضرت بهاءالله در کتاب مستحب اقدس و متممات کتاب مستحب اقدس که شامل چندین لوح میشه، چندین اثر میشه، اینها رو توضیح فرمودن. در تمام مؤسساتی که در این نظم بدیع بهائی در حقیقت وجود داره و گسترش پیدا خواهد کرد، بلا استثناء خانم ها هم کاملا میتونن عضو بشن، هم رأی بدن و هم در حقیقت انتخاب بشن. تنها موردی که استثناء شده بیت العدل اعظم هست که خانوم ها میتونن رأی بدن ولی نمیتونن عضو اون بشن. توضیح این مسئله در شرایطی که ما هنوز در دورانی هستیم که ظلم های چند هزار ساله هم بر زنان و هم بر سایر اقشار جامعه ادامه داره تا حدی مشکل هست. الان شاید نشه تصور کرد که چرا چنین حکمی در دیانت بهائی هست و حضرت عبدالبها توضیح دادن که حکمت این در آینده مانند خورشید در وسط روز آشکار خواهد شد. و از این بیان میشه چنین استنباط کرد که مفاهیمی که ما در دنیای امروز که در آستانه بلوغ هست ولی هنوز وارد اون نشده، این مفاهیم تغییر خواهد کرد. یعنی در سه سطح افراد و جامعه و مؤسسات و حکومات و ساختارهای سیاسی مفاهیم به کلی تغییر خواهد کرد. نوع ارتباط این سه عامل در زندگی بشر تغییر خواهد کرد. مفهوم انسان، جامعه، حکومت، سیاست، حزب، زن، مرد، قدرت، عدالت و بسیاری امور، این مفاهیمش کاملا تغییر خواهد کرد، چون دنیای جدیدی ساخته خواهد شد که به کلی با دنیایی که مربوط به دوران کودکی بشریت در 6000 سال پیش بوده متفاوت هست. در دنیایی که در آینده خواهد بود، قدرت خادم عدالت خواهد بود، برعکس اونچه که در گذشته بود. در دنیایی که اصل وحدت عالم انسانی محور اعتقاداتش هست و تساوی حقوق زن و مرد جزء مهمی در ظل این اصل هست، اصلی که حضرت بهاءالله رو تشریف فرمودند، بیت العدل اعظم توضیح میدن که بیت العدل اعظم وظیفه‌شون تشریع جزئیاتی است که در آثار حضرت بهاءالله نیومده. یعنی در آثار حضرت بهاءالله
تعالیمی هست که جزئیاتش نمیده. به طور لازم اون جزئیات رو بیان میفرمایند و یکی از تعالیم اساسی که خود به طور لازم توضیح میدن این هست که تساوی حقوق زن و مرد تشریع هست به حالاس و به طور لازم به هیچ وجه قانونی رو نمیارن که اون رو بخواد نقض بکنه. بنابراین در این مورد دغدغه خاطر ممکنه این باشه که پس حقوق خانم ها چی میشه. ما میبینیم که به کلی با این حکم حقوق خانم ها کاملا سر جای خودش هست و اون تساوی حقوق زن و مرد اصل اساسی است که به طور لازم نمیتونن قانونی مخالف اون تشریع بکنن و این کار رو هم نخواهند کرد، چون به طور لازم طبق تعالیم هست بهاءالله ملهم به الهامات الهی هست.